از بیش از 1800 همچون مؤسسات که در ایالات متحده وجود دارد، نزدیک به 400 آن در واشنگتن مستقر است. دولت‌های قبلی به تحقیقات و دیدگاه‌هایی که از سوی چنین سازمان‌های برای تشکیل سیاست صورت می‌گیرد متکی بوده‌اند. لکن مارک روم، استاد روابط عامه در پوهنتون جورج تاون، می‌گوید این موضوع در مورد دولت فعلی صدق نمی‌کند. این کاملا واضح بود که حکومت اوباما با عنوان یک اداره متشکل از اعضای افراد خردمند از نگاه تفکر سیاسی و تحقیقات تجربی مباحث می‌کرد و به همین ترتیب فکر می‌کنم همچون مؤسسات تحقیقاتی تأثیر مهم روی حکومت داشته است. اجازه دهید تا اداره فعلی رئیس جمهور ترامپ را با آن مقایسه کنیم که کاملا روشن است و اداره است که به متخصصان فنی اعتماد ندارد و روی انجام کارهای اینچنین سازمان ها و مؤسسات استقرار یافته مانند تینک تانک ها مشکوک است. این مؤسسات علاوه بر تأثیر گذاری بر سیاست عامه، اغلب زمینه آموزش را برای کسانی فراهم می سازد که مایل به کسب مقام در رسانه ها و یا در سطح بالاتر از دولت باشند که مهمترین تصامیم را اتخاذ می نماید. فکر می کنم مؤسسات و مراکز تحقیقاتی همیشه نقش مهمی در سیاست و تأثیر گذاری سیاست داشتند. با باور من اکنون بیشتر از آنچه که در گذشته بوده است تأثیر گذار باشد و در درجه اول نفوذ آن در دو روش متفاوت است. یکی بیان نظریات و دیدگاه‌های تازه است و تلاش می‌کند تا آنها را به پیش ببرد، همان گونه که در مرکز مطالعات ما آموزش و انجام برخی از کارهاست که باید یک فرد انجام دهد. این مؤسسات درها را برای استعدادها باز می کند. در اداره جورج دبلیو واش، دیک چینی، معاون رئیس جمهور، دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع و کاندلیز رایس، وزیر امور خارجه، از طریق همین نوع مراکز تحقیقاتی و مؤسسات بررسی در واشنگتن آمدند. لیزا کوردس، عضو شورای امنیت ملی در حکومت آقای ترامپ، یک محقق سابق در بنیاد محافظه‌کار هریتیج است. اما سیاست‌ها و دیدگاه‌ها اغلب از طریق تعصب سیاسی گسترش می‌یابد، اما بسیاری از تغییرات در اولویت‌ها و یا سیاست‌های دولت اغلب می‌تواند به یکی از بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در قلب پایتخت ایالات متحده واقع شده‌اند ردیابی شود. لیلا محبی‌بازیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.